سلام دوشنبه 23 شهریور 94 14 سپتامبر 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه شاهرخ زمانی فعال جنبش کارگری دیروز در زندان ظاهرا به دلیل سکته مغزی فوت کرد همراهان زندانی او نقل می کنند که برای هواخوری وقتی به حیات زندان رفتند او نیامد و در برگشت او رو مرده یافتند زندانیان شعار دادند که مردانی رئیس زندان رجایی شهر عامل مرگ اوست و او در جمع زندانیان حاضر شد و گفت که سکته مغزی کرده و کاری از دست اونها بر نمی به هر حال جسد شاهرخ زمانی این مبارز جنبش کارگری تحویل خانواده او خواهد شد تا اونها هم بتوانند بلکه با کالبوچه کافی و آزمایشات پزشکی دلیل مرگ او رو تشخیص بدن مسئله عدم نگهداری درست زندانیان سیاسی و کل زندانیان کشور و فشارهایی که روی اونها هست از جمله در زندان رجای شهر پارازیت های وحشتناکی که برای مسدود کردن ارتباطات تلفنی زندانیان میشه و سایر سهلنگاری ها و فشارها و شکنجه ها و آزارها از عواملی است که زندانیان رو در معرض انواع بیماری ها و خطر مرگ قرار میده اما سعید رضوی فقیه دیگر زندانی سیاسی هم که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت خودش دست به اعتصاب غذای خشک زده با قطع داروهای خودش که تعدادی از اونها داروهای قلبی هم هست وضعیت خطرناکی پیدا کرد قطع ناگهانی داروهای قلبی می تواند صدمات جبران ناپذیری به بیمار بزنه و گاهی خطر مرگ در پی داره دو فعال مدنی در استان اردبیل مرتزا پروین و میسم جولانی هم بعد از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب بازداشت و روانه زندان موضوع دوم اینکه محسن حاجی پور کشتیگیر فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در امریکا تقاضای پناهندگی کرده و از برگشت به ایران اجتناب کرد. آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد عنوان کرده که احمدی نژاد بدهکارترین دولت تاریخ رو برای روحانی به جا گذاشته با 300 هزار میلیارد تومن بدهی و او گفته که یک قلم دولت 94 هزار میلیارد تومن به پیمانکاران بدهکاره که امکان پرداخت اون رو هم نداره اکبر ترکان مشاور آقای روحانی هم عنوان کرده که بابک زنجانی در زندان از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مراقبت میشه چون ممکنه او رو به قتل برسونن به گفته اکبر ترکان بابک زنجانی تنها جلوی پرده و ویترین بوده و پشت سر او زنجیری در میانه مقامات کشور قرار دارد البته گفته میشه که آقای بابک زنجانی هامیش وحید حقانیان در بیت نفر سوم بیت رهبری بعد از خود آقای خامنه ای و مشتبه خامنه ای بوده و پولهایی رو که برداشته هم سفارش او رو میکردن هم پشتیبانی از او میکردن و پولهایی رو که پس نداده تحویل مقامات بیت دادیم مینو اصلانی مسئول بسیج خواهران هم عنوان کرده که دولت بخشنامه کرده مردان منشی زن و زنان منشی مرد نداشته باشند البته بعید دولت روحانی چنین بخشنامه کرده باشه ولی اگر چون این بخشنامه هم شده باشه نشون میده در میان این همه گرفتاری های فوق العاده و مشکلات اساسی که کشور با اونها دست به گریبانه دولت به چه فکریه و در چه عوالمی سیر میکنه موضوع سوم اینکه بعد از اینکه آقای جرمی کوربین سیاست مدار چپگرای انگلیس در حزب کارگر رای آورده و به رهبری حزب انتخاب شده قوقایی در مطبوعات انگلیس بلند شده آقای جرمی کربین که فردی است که کاپشن میپوشه به در اعتراض به سیستم موجود معمولا ریشش رو نمیتراشه و با دوچرخه به سر کار میره شعارهای بسیار تند و چپروانه میده از سوی مطبوعات ایران به خصوص جناهای محافظ کار به شدت از او استقبال شده او رو احمدی نژاد انگلیس خوندند و او رو طرفدار ایران فلسطین و ضد اسرائیل نامیدند و به هر حال بسیار بسیار از این انتخاب مطبوعات ایران استقبال کردند وزیر دفاع بریتانیا البته گفته که حضور او در کابینه سایه چون در انگلیس طبق قانون حزب دوم کابینه سایه درست میکنه که تمام مصوبات دولت و تصمیمات دولت رو به اون کابینه سایه هم در اختیار اونها هم میگذارن به حال وزیر دفاع گفته بودن او در کابینه سایه به عنوان نخست وزیر سایه تهدید امنیت ملی انگلیس در مولداوی یک میلیارد دلار اختلاس از بانک صورت گرفته اما برای دومین بار مردم مولداوی به خیابان ها آمدند با تظاهرات گسترده چند ده هزار نفری خواهان استعفای رئیس جمهور برکناری رئیس بانک مرکزی و انتخابات زود هنگام شدند اما موضوع چهارم اینکه آقای لاروف وزیر خارجه روسیه بدون پرده فروشی عنوان کرده که کمکشون رو کمک روسیه به بشار اسد رو ادامه میدهند حضور روسیه در بحران سوریه که گفته میشه مشغول ساختن فرودگاه در بندر ترتوس هست و نیروهای رزمی هم به اونجا فرستاده به پیچیدگی مسائل سوریه بیشتر دامن خواهد زد و اوضاع سوریه رو به مراتب خطرناکتر و پیچیده تر از وضعیت فعلی خواهد کرد گفته میشه روسیه برای تجزیه سوریه خودش رو آماده میکنه العرب هم عنوان کرده که ایران عادیسازی روابط خودش با حماس رو که به تیرگی گراییده منوط کرده به عذرخواهی حماس و اجرای تعهد به اجرای دستورات ایران اما موضوع آخر اینکه جناب احمد خاتمی امام جمعه تهران فر بودن که توطئه های امریکا 36 برابر خواهد شد اندکی صرف سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی